همسر من سر کار بودن، متاسفانه چند شب شبکاری سختی دارن. باشون صحبت کردم، ایشون قول داده به محض این، چون دوباره رفتن سر صحنه، اگه فرصتی بشه حتما با ویدیو کال بیاد خدمت عزیزم. شما عرض ادب قدمشون هم به ملت هم به جناب بمرانی ها و شما. واقعا یکی از اصلا واقعا دورگوهرهای اساسی سینما، اونم رفیقه، خیلی رفیقه، قلبشون خیلی روشن و خدا ان شاءالله حفظشون کنه. لطف دارید، مرسی. خانم تیمور، من همیشه مثلا یه دیده یه خود انتظایی دارم بعضی وقتا درباره ارتباط بازیگر و نقش. بله. من همش احساس میکنم مثلا نقش ها یک سری کسانی بودن که اینا مردن، از دنیا رفتن و یه دغدغه ای ازشون تو این دنیا باقی مونده. بله. بعد انگار که مثلا ما با روحشون ارتباط گرفتیم و اون از من خواهش میکنه که یه مدت بیا لطفا قالب من بشو تا بتونی درد منو بگی. من اینطوری برخورد میکنم در واقع با ماجرا، میگم که باش حالا. آره. چی بگم دیگه، دغدغت چیه؟ شهرزادو میخوای؟ والا دیگه الان دردت چیه بابا جون؟ چه مرگته؟ خب این از اون عشق میاد دیگه، از عشق به کارت میاد، از عشق به کارت میاد که اونو اونجوری میبینی، بعد یک مسئولیت سنگین قبول میکنی. رفیق شدن مسئولیت سنگینی، همینجوری نمیتونیم بگیم این رفیق منه، اون رو هر چیزی میتونه رفیق تو بشه، مثل همین نقش. هر بازیگری خب یه سیستم کلی اساسی آموزش و فلان برای بازیگری یا حتی کارگردانی وجود داره، ولی یه چیزایی هم شخصیه، مثل همین چیزی که شما توضیح دادی که اینطوری میبینی ارتباطو. هر بازیگر سیستم خودش رو پیدا میکنه، ولی واقعا فکر میکنم اون موقع اون رفیق تو، چون شب و روز داری باهاش زندگی میکنی، فکر میکنی پیداش کنی، درست پیدا کنی، چه نشانهی بهت داده. آره خیلی به نظرم. بازیگر واقعا نمونه خوبی برای رفاقته، چون بازیگر جور رفیقشو که نقشه خیلی به دوش میکشه. ما یک دریا و اقیانوسی از معنا که اساساً برای بشریت گفته شده، نه برای صرفاً ایرانی ها. حافظ مال بشریته. بله. روشی رو که داره ارائه میده مال بشریته، مال ایران خالی نیست. ولی ما میدونیم چه عمقی از این معنا در پشت سرمون هست و چقدر ازش ناآگاهیم. اگه الان به من بگن تو زمینی مثلا یه ملکی مثلا من توی جنوب داشته باشم، یهو زنگ بزنن بگن شب تو زمینت چای نفت پیدا شده، آدم خوشحال نمیشه؟ خب تیموری من از این نشو چون ازت میگیرم. باشه اون مال خودشون، ارزونی خودشون. من یک ثروت غنی تری سراغ دارم که نه دزدیده میشه، آفرین، نه خراب میشه، نه مشمول زمان میشه، نه تاریخ مصرف داره. یکی از مشکلات بزرگ سرزمین ما، رجوع میکنم به صحبت خودت، اینه که ما متاسفانه پیشینیان خودمون رو خوب نمیشناسیم. من یه دانشجوام، میخوام برم راجع به آقای کریم اکبری یا یکی از دوستان مرحوم ببینم اینا کی بودن، کجا برم؟ این ارتباط گذشته داره با زمان حال قطع شده. این وظیفه کیه؟ این وسط خالی رو پر کنه؟ وظیفه کیه؟ برنامه ریزهای فرهنگی؟ برنامه ریزهای پزشکی؟ نمیدونم، تو هر حرفه. این مربوط میشه به اون که متاسفانه اگر شما نیستی اتفاقی برات بیفته میگن کی بود، به شرطی که باید یه چیزی وجود داشته. مثلا این مسئولیت رو خانه تئاتر میتونه داشته باشه، خانه سینما میتونه. بارها اون موقعی که من خودم انجمن بازیگران بودم این پیشنهاد رو کردم، یه خورد یه سیستم میخواد، برنامه ریزی میخواد، یه مهندسی و و و و و بودجه نداریم. یه چیز دیگه هم میگن، کی بازی میکنه؟ نه اینو بیار، اونو بیار. بله، شما رو ارجاع میدیم به بخش ندارکات.
نه تدارکات. یه نقطه شو به صلاح دید چون بودجه نداریم.